روی دنیای یا سوشال میدیا، روی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، لینکدین خانم نوش یزدانیار فعال هستند و ورکشاپ هایی به صورت وبینار ارائه می کنند. موبایل اپی وجود داره که دوستان میتونن دانلود کنند و از کمک هایشون استفاده بکنند. سلام و خوش آمد دارم خدمت شما خانم نوش یزدانیار. سلام خانم اردلان عزیز، ممنونم از وقتی که به من دادین و سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. درود به شما. بریم به دلیل شرایط موجود در ایران، اولین سوالی که ازتون بکنم اینه که خب بسیاری افراد میخوان تو این شرایط بسیار دشوار کمک برسونن و به افرادی که نمیدونم احتساب میکنن، به افرادی که گرفتاری های متعدد دارن، مسائل و مشکلات مالی دارن، پول برسونن. آیا الان افراد میتونن به تنهایی پول جمع آوری کنن و این پول رو به ایران بفرستن؟ بله خانم، ببخشید خانم اردلان، بسیار سوال مهمیه. برای اینکه الان همه به نیت خوب میخوان که پول جمع کنن بفرستن به هموطنان عزیز به عنوان کمک، منتها باید مثل همیشه ماهایی که داخل آمریکا هستیم شخص آمریکایی حساب میشیم طبق این تحریم ها. یعنی میشه هر کی که در خاک آمریکا هست، هر کسی که گرین کارت داره و یا هر کسی که سیتیزن آمریکا هست، شما از دیدگاه دولت آمریکا، از سازمان Office of Foreign Assets Control یا OFAC که بخش Department of the Treasury آمریکا هست و مسئول برگزار کردن تحریم ها هست، شما US person حساب میشین هر کجای دنیا که زندگی کنین یا باشین. و برای مبادلات مالی با ایران، حتی برای کارهای خیریه، باید مطمئن بشین که طبق تحریم‌های اقتصادی انجام دادن اون کار درسته. یه سوء تفاهمی که توی من الان دارم میبینم تو سوشال میدیا و پست‌های مختلف این هستش که درسته بعضی از کمک‌های بشردوستانه برای یک شخص مجازه. مثلا شما لباس بخواید بفرستین، یه سری دارو بخواید بفرستین به عنوان یک شخص بفرستین به ایران برای مصرف برای انسان و یا حیوان مجاز هست. ولی برای پول جمع کردن، یعنی اگر یک شخص میخواد فاند ریز کنه و این پولو بفرسته ایران، متاسفانه این برخلاف تحریم‌های اقتصادی. بعد یه بحث دیگه هم که من الان خیلی دارم میبینم توی دنیای مجازی هستش که مثلا این فرق بین جوازهایی که سازمان OFAC صادر میکنه خیلی برای افراد مشخص نیست. ببینین، OFAC دو نوع مجوز داره. یکی جواز کلی یا General License برای کارهایی که خود دولت آمریکا تصمیم گرفته که برخلاف هدف تحریم ها نیست و به این دلیل میخوان مجاز بکنن برای همه آدم ها که داخل آمریکا هستن یا US person هستن، که نخوان دیگه دونه دونه تک تک برای هر درخواست مجوز صادر کنن. میان و میگن یک سری مبادلات مالی با ایران یا یک سری کارها کاملا مجاز هست. بعد غیر از اون، اگر شما کاری بخواین انجام بدین که تو این چارچوب جوازهای کلی نباشه، اون موقع باید درخواست جواز خاص بکنید. تنها جواز کلی که اجازه میده یک شخص پول بفرسته ایران مربوط میشه به، بهش میگن a non-commercial personal remittance، یعنی پولی که یک شخص داره میفرسته به بستگانش تو ایران یا به دوست، رفیق، فامیل. حالا حتما قوانین نوشته که باید فامیلی باشه، نوشته a non-commercial personal remittance. برای این شما یک فرد آمریکایی میخواین برای عزیزانتون، اون هر کس که باشه، پول شخصی که مال خودتون هست بفرستین ایران برای مصرف شخصی برای اون فرد. اما این فرق میکنه، یعنی من نوعی اگه بخوام یه مقدار پول بفرستم برای عزیزانم که تو ایران هستن که خودم میشناسمشون و این پول بخوام به دستشون برسونم، این فرق میکنه تا اینکه من بیام مثلا برم یه GoFundMe پیج پیاده بکنم یا برم یه فیسبوک فاندریزر انجام بدم و به عنوان من مهنوشه یزدانیار پول جمع بکنم بعد بخوام بفرستم برای کمک دیگران. نیتش خیلی خوبه و بسیارم لازم هست، منتها متاسفانه هیچ جواز کلی برای این کار صادر نشده، هیچ اکسپشنی وجود نداره و برابر این کار غیر قانونیه. شما اگر بخواید به عنوان یک شخص یا یه فرد پول جمع کنیم و بفرستین ایران،
باید درخواست جواز خاص بکنین یا یه specific license از سازمان اوفک. specific license هم یه فرمی نیستش که شما بریم پر کنین. مثلا ما برای immigration اگه بخوایم یه درخواستی بکنیم ممکنه بریم از آنلاین یه فرمی پر میکنیم و به دولت ارائه میدیم، ولی برای اوفک چنین چیزی وجود نداره. شما درخواست جواز خاص رو از طریق نامه‌ای که براشون میفرستین از طریق یه آنلاین پورتل دارن براشون میدین. توی این نامه باید قشنگ مشخص بشه شما کی هستین، بک‌گراندتون کیه، کی شما وارد آمریکا شدین، کی یو اس پرسن بودین، علاوه بر این چجوری میخواین پول جمع بکنین، از کی میخواین پول جمع بکنین، و مهمتر از هر چیز چجوری میخواین این پول رو بفرستین به ایران، و وقتی که میرسه به ایران به دست کی قراره برسه. اینا چیزایی هست که خیلی مهم هستن. همونطوری که خیلی‌ها میدونن الان خب انتقال پول مستقیم بین ایران و آمریکا که خب مثلا خیلی وقت وجود نداره، یعنی امکان پذیر نیست، برای اینکه ارتباط بانکی وجود نداره. تنها راهی که شما میتونین پول بفرستین یا از طریق صراف که از کشور سوم این حواله بشه به اون صراف و اون صراف اینو به عزیزانتون تو ایران برسونه، یا مسافر که داره میره میتونه با خودش ببره، یا الان اخیراً از طریق کریپتوکرنسی دارن این کارو انجام میدن. اینا باید نوه انتقال مشخص بشه تو درخواست مجوز. من به یه برنامه لایوی هم هفته پیش داشتیم و من گفتم وظیفه خودم به عنوان یه وکیلی که تخصصم در زمینه تحریم ها هست این هست که اطلاعات بیشتری در خدمت شما بذارم که بدونین حق قانونیتون چیه، خدای نکرده اشتباهاً برای کمک بخواییم بکنین، یا میدونم best of intentions اینجا میگم، خدای نکرده مشکل حقوقی براتون قانونی پیش نیاد. و اینکه دفتر من برای کسایی که میخوان پول جمع بکنن برای ایران اگه نمیدونن راهش چجوریه و کانسلتیشن احتیاج دارن، به صورت رایگان ما مشاوره میدیم، و برای کسایی که میخوان درخواست مجوز بکنن اما به صورت رایگان کمکشون میکنیم و این کار رو انجام میدیم. ولی توصیه میکنم به جای اینکه هزار نفر بخوان درخواست مجوز بکنن، برای اینکه سازمان اوفک سازمان کوچیکیه، کارمنداش محدودن، بخوان هزار تا اپلیکیشن ریویو کنن یه پروسس خیلی مشکلی خواهد بود، جمع بشیم با اورگانایزیشنز هایی که وجود دارن کار کنیم. علاوه بر این که یک جواز کلی برای سازمان‌های خیریه و یا non-profit organizations هم صادر شده که این خیلی وقت سر جای خودش هست، این جواز کلی میگه که سازمان‌هایی که دولتی نیستن یا non-government organizations NGOs اجازه دارن پول جمع بکنن و برای کمک بشردوستانه، و یه سری بندایی داره، یکی از این بندها برای بهش میگن promotion of democracy، میتونن پول بفرستن که خب، و این اصلا قبل از این اتفاق که تو ایران افتاد این جواز کلی رو پیاده کردن، که obviously اگه شما بخواییم پول جمع بکنین از طریق این سازمانهای خیریه و بفرستین این support democracy حساب میشه. اونا تا سقف 500,000 دلار در سال هست و هر کوارتر اون سازمان خیریه باید به سازمان اوفک ریپورت ارائه بده که توش دوباره مشخص بشه این پولا از کجا اومده، دونرزاش کی بودن، بنفیشیریاش کی بودن و از چه طریقی به ایران فرستاده شد. جوازهای کلی که الان شما میتونین ازشون استفاده کنین، یا برای شخص بخواین یک شخص رو کمک کنین اگر، یا اینکه از طریق این non-profit organizations بفرستین، یا اینکه درخواست جواز خاص بکنین که خودتون اجازه داشته باشین که این کار رو انجام بدین. آلی دوستان، تلفن تماس رو با دفاتر حقوقی یزدانیاب، خانم مهرنوش یزدانیاب، وکیلی که در 11 سال گذشته تمام فعالیت دفاترشون رو متمرکز بر این خدمات قرار دادن، تکرار میکنم 310-780-6363 برای شرایط خودتون اگر مایل به دریافت آگاهی‌های بیشتر هستید، 310-780-6363، وبسایت yazdanyarlaw.com و ایمیل info@yazdanyarlaw.com. چند وقت پیش خبری بود که اوفک قوانین تازه‌ای رو برای آسان‌تر کردن فرستادن پول به ایران وضع کرده. چه تغییراتی و چه قوانینی مطرح بود؟
بله اون جواز کلی که صادر شد بیشتر که تازه همین I think همون دو هفته و نیم سه هفته پیش بود که پیش اومد، این مربوط به کارهای اینترنت و کمیونیکیشن و کمیونیکیشن دیوایس هست. یه سری محدودیت هایی که گذاشته بودن روی کمپانی هایی که آمریکایی بودن که مثلا اینترنت میتونستن پروواید کنن یا سرویس تکنولوژی و اینا، یه جواز کلی صادر شد که اجازه میده به صورت رایگان سرویس بیشتر و سافت‌ویر بیشتر و هاردویر بیشتر ساتلایت و اینا به ایران فرستاده بشه. و دلیل اینم هستش که همونطوری که همه میدونن، خب اولین کاری که تو ایران اتفاق میفته این اینترنتشون رو میبندن و خب از کمک سوشال میدیا پلتفرمز نمیتونن استفاده کنن. این جواز کلی این هدفش این بودش که اجازه بده کمپانی‌های آمریکایی و کالای آمریکایی رو بیشتر و راحت‌تر بتونن بفرستن ایران و از این کمیونیکیشن دیوایس و تکنولوژی بیشتر بتونن استفاده کنن، سو مثلا دیگه یه مقداری کمیونیکیشن رو راحت‌تر و بهتر کنن. و می‌دونید جالبه، من خودم بعضی موقع، من قبل از این ماجرا اصلا خیلی هم اهل سوشال میدیا نبودم، ولی الان که میری خب بالاخره یکی از کارهایی که ما اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که همش شیر کنیم، هر چی که میبینیم و بتونیم شیر کنیم تا کمک بیشتری بشه که در واقع اون وایس کسایی که داخل ایران هستن اینجا شنیده بشه و دور دنیا شنیده بشه. ولی یه سری اطلاعات هم میبینم که واقعا نمیدونم کسایی که واقعا تخصصشون در یه سری چیزها نیست اجازه میدن که به طور کلی بگن مثلا این قانونه. و ازتون دارم خواهش میکنم، حالا من دارم اینجا اطلاعات میدم به شما و اینو، ولی حتی منو کوشن کنین، بگین خب مثلا این قسمت قانونی که داره این جنرال لایسنس رو میگی شمارش چیه، من کجا میتونم اینو پیدا کنم که برم بخونم و بدونم چیه. برای اینکه there's not always good information out there. بعضی موقع یه چیزایی من میبینم که میگم که خب من که مثلا واقعا کارم اینه، مثلا یه چیزی من دیده بودن گفته بودن که این جوازی که یه جواز کلیه، یعنی دولت گفته هر US company که توی، یعنی هر entity، هر شخص میتونه یه سری personal communication device و software و services به ایران export کنه که قبلا نمیتونستن. و اومدن گفتن این مال یک شخص، یه نفر خاص رفته این مجوز رو گرفته. ببین اینجوری نیست. اگه سوالی دارین، اگه نمیدونین که چجوری میتونین کمک کنین، اگه شک دارین، اگه یه چیزی میبینین که به نظرتون درست نمیاد، تو رو خدا قدمای لازم رو بردارین، برای خودتون اطلاعات لازم رو جمع بکنین که همینطوری یه چیزی رو میبینین فرض نکنین که این حقیقت داره. خیلی کسایی که دارن اینا رو میگن شاید بک‌گراندش رو نداشته باشن. بازم میگم نیت‌ها همه خوب، همه هم یک هدف رو داریم، ولی بعضی موقع خیلی میس انفورمیشن زیاده. و ازتون خواهش میکنم وقتی که میرسه به جایی که میخواین یه کاری انجام بدین، یه کمکی بکنین، اطلاعات خودتون رو تا حدی که میتونین بیشتر کنین که بدونین حق قانونی خودتون چیه و کجا تو قانونی نوشته شده یا یه چیزی میگن من شنیدم یه نفر گفته، اینو ویریفای کنین. برای همینم من یعنی گفتم برای این هدف مخصوصا کمک رسوندم به ایران، برای این اتفاقی که الان داره میفته، شما هر سوالی داشته باشین ما جواب میدیم، برنامه‌های بیشتری میذاریم all for free، یعنی ما هیچ financial benefit از این قضیه نمیخوایم داشته باشیم. ولی ازتون خواهش میکنم قدم های لازم رو بردارین که اطلاعات درست بگیریم، برای اینکه already الان سه هفته شده من خیلی مشکل های قانونی دارم میبینم که داره پیش میاد و بدتر حالا حل کردن اون سخت میشه. تلفن رو تکرار میکنم برای مشاوره با خانم مهنوش یزدانی ها 310-780-6360 در اختیارتونه. با در نظر گرفتن شرایط موجود در ایران هنوز افراد میتونن از ایران پول به آمریکا بفرستن و اگه میتونن آیا این کار رو میکنن؟ بله ببینید این personal remittances یعنی پول شخصی که ارتباط تجاری نداره با ایران از هر دو طرف مجازه، یعنی هم شما از آمریکا میتونین پول بفرستین ایران، هم از ایران میتونین پول بفرستین آمریکا و الان هنوزم مجازه، هنوزم دارن انجام میدن. اکثر خب کلاینت ها توی real estate transactions هایی بودن برای اینکه خب علاوه بر پول شخصی که مجاز هست، فروش دارایی که شما قبل از گرین کارت داشتین و قبل از اینکه وارد خاک آمریکا شدین و همچنین بعدش ارث به شما رسیده باشه، و یادتون باشه ارث
به معنی این نیستش که یه کسی که هدفش این بود که وقتی که خدای نکرده از این دنیا برن یه چیزی رو به شما بدن در غیر حیات اینو به شما منتقل بدن، این دیگه از دیدگاه دولت آمریکا ارث حساب نمیشه، اون میشه یک هدیه‌ای که یک شخص موقعی که زنده هست داره میده به شما. تنها پولی که دیگه مجاز هست که میتونیم بیارین فروش دارایی هستش که از قبل داشتین و یا بعدش ارث به شما رسیده باشه، که خب خیلی قبل از اینه که این اتفاق بیفته داشتن این ترانزکشنز ها رو انجام میدادن و الان هم داره پولاشون میاد و بدون مشکل هنوز داره میاد و همون روال سابق هم ما ازش استفاده میکنیم که خب شما از طریق صراف باید پول بیاد براتون، باید مطمئن بشین این صراف از کشور سوم این پول رو برای شما میفرسته و نه از داخل آمریکا. و اینکه مهمتر از هر چیزی اطلاعات لازم مربوط به قانونی بودن این پول، مجاز بودن این پول، به مرکز کمپلاینس بانک شما، اون قسمت بانکی که مسئول برگزار کردن این ریویو کردن های این وایرز ها هستن که مطمئن بشن طبق قوانین تحریم ها بانک داری و پولشویی مجاز هست، ارائه داده بشه. در غیر این صورت پولی که میاد با وجود اینکه منبعش قانونی بوده، به دلیل اینکه مشخص نیست منبعش چی بوده، برای اینکه از طریق صراف داره میاد که یه قسمتش رو ممکنه از یک کشور بفرسته، یه قسمتش رو از یک کشور دیگه، از حسابای مختلف و متفاوت، منبعش مشخص نیست برای بانک. اگه شما مشخص نکنین، اونا این پول رو نگه میدارن، بلاک میکنن، رستریکت میکنن، فریز میکنن و بعد رها کردن این پول هم خیلی مشکل میتونه باشه. بنابراین هنوز مثل سابق میتونیم پول بیارین، فقط باید مطمئن باشین که قدم‌های قانونی رو بردارین که هستش از کشور سوم پول براتون بیاد و اینجا گزارشات لازم به مرکز کمپلاینس بانکتون ارائه داده بشه. خانم یزدانی، ما دو دقیقه فرصت داریم، برامون بفرمایید که رد و بدل کردن‌های شخصی چه مدارکی لازم داره و آیا قانونیه؟ بله، اینم بسیار سوال خوبی. حالا زود میگم، برای اینکه خیلی ها میگن که مثلا آره من این پراپرتی رو از قبل داشتم، ولی سندش رو که نگاه میکنین نشون میده که نه، سندی که صادر شده موقعی بوده که اون شخص یک فرد آمریکایی بوده. اگه شما میخواین دارایی بفروشین، باید بتونین اثبات کنین که اون دارایی ها قبل از گرین کارت داشتین، یعنی سند اون موقع به نامتون بود، یا اگه بعدش بوده باید بتونین مربوطش بدین به یک ارث، باید گواهی فوت وجود داشته باشه، باید انحصار وراثت انجام شده باشه. بعد اگه بخواین پول به عنوان هدیه هم بیارین، اون هم باید بتونین از اون شخصی که داره هدیه رو به شما میده نشون بدین این ارتباطش با شما کیه، اون شخص این پول رو داد به صراف که برای شما بیاد، و گیفت لتر و مدارک مثل اون بتونین نشون بدین که منبع اصلی اون پول چیه، که اگه عارض بشین از طریق اوفک یا از طریق IRS بدونین اثبات کنین که حرفایی که ما به بانک زدیم و مدارکی که ارائه دادیم حقیقت داشتش. ممنون. میدونم که خیلی جزئیات پیچیده بیشتری در این موارد وجود داره و به دلیل کم بوده وقت نتونستیم به همش برسیم. از دوستان دعوت میکنم در مورد شرایط خودشون بعد از هر اقدامی از مشاوره با خانم مهرنوش یزدانیار استفاده کنند، که حالا به دلیل عاطفی و تحت فشار شرایط موجود در ایران کاری رو نکنند که به عنوان یک US person چه گرین کارت داشته باشند چه سیتیزن باشند براشون عواقب قانونی به وجود بیاره. تلفن تماس با دفاتر حقوقی خانم مهرنوش یزدانیار، یزدانیار لا، 310-780-6360 با تشکر از حضورتون در برنامه. ممنونم از شما.